سلام، امروز قرار شارژرهای بی سیم رو مورد بررسی قرار بدیم. تمام شارژرهای بی سیم دنیا بر پایه یک قانون کار میکنن، اون هم القای الکترومغناطیسیه. به طور خیلی خلاصه، یک سیم پیچ یا همون کوئل وقتی جریان AC ازش عبور میکنه، یک میدان مغناطیسی نوسانی ایجاد میکنه. حالا وقتی که ما یک سیم پیچ دوم در نزدیکی این میدان قرار بدیم، در اون ولتاژ القا میشه. این دقیقاً همون رابطه بین شارژر و گوشیه. یعنی یک سیم پیچ داخل شارژر فرستنده است و یک سیم پیچ داخل گوشیه که در واقع همون گیرنده است. که ما فرض میکنیم گوشیمون سیم پیچ داخلی و مدار گیرنده نداره و سیم پیچ و مدار گیرنده رو برای درک بهتر خارج از گوشی متصل میکنیم. برای اینکه کاملتر روشن بشه، فرایند شارژ بی سیم رو مرحله به مرحله و خطی توضیح میدم. در مرحله اول برق ورودی به همون شارژره که با یک آداپتور 5 ولت یا 9 ولت تغذیه میشه. میدونیم که ولتاژ آداپتور DCه و برای ایجاد القای الکترومغناطیسی جریان ما باید حتما AC باشه و اونو باید تبدیل به AC کنیم که بتونیم از سیم پیچ اول به سیم پیچ دوم انتقالش بدیم. در مورد القای الکترومغناطیسی در سلف و ترانس ها و همچنین فرق جریان AC و DC یک ویدیو جدا دارم که لینکش رو پایین در دیسکریپشن قرار میدم. پس از اون جریان AC وارد کوئل شارژ میشه. کوئل یک میدان مغناطیسی نوساندار تولید میکنه و بعد کوئل داخلی یا بیرونی گوشی این میدان رو دریافت میکنه که جریانش AC و اون رو با استفاده از پل دیود تبدیل به جریان DC میکنه دوباره. در مورد اینکه پل دیود چیه و چطور کار میکنه هم ویدیو جدا دارم که لینکش رو پایین توی دیسکریپشن قرار میدم یا در انتهای ویدیو میتونید ببینیدش. پس وقتی که گیرنده گوشی جریان AC رو دریافت میکنه، دوباره باید تبدیلش کنه به DC که مناسب شارژ باتری باشه. پس پل دیود میاد جریان AC رو تبدیل به DC میکنه و بعد DC کنترل شده وارد باتری میشه و فرایند شارژ انجام میشه. حالا بعضی وقتا عمل شارژ به درستی انجام نمیشه یا خیلی کند پیش میره. در اینجا انگام شارژ کوئل ها باید همراستای هم باشن. اگر جابجا باشن، قدرت شارژ میاد پایین، راندمان میریزه و حرارت زیادی تولید میکنه و احتمالاً مدار گوشی عمل شارژ رو کاملا قطع میکنه. پس فاصله و همراستایی مهمترین عامل در شارژرهای بی سیمه. اما در کل چرا شارژرهای بی سیم کندتر از شارژرهای سیمی هستند؟ سه دلیل اصلی داره. اولیش که اتلاف انرژیه. حدوداً 30-40% انرژی به گرما تبدیل میشه. دو، فاصله هوایی، یعنی هوای بین دو کوئل رسانا نیستن دیگه، پس راندمان پایین تر میشه. مورد سوم حرارت زیاده. باتری ها کلن گرما رو دوست ندارن و وقتی داغ میشن معمولاً عمل شارژ هم دیرتر صورت میگیره. یه مثال خیلی کاربردی، اگر شارژر ما مثلاً 10 وات باشه، حدود 6-7 وات به باتری واقعا میرسه و بقیه انرژیمون تبدیل به گرما میشه. برای همین وقتی یه شارژر 10 وات وایرلس داریم، معمولاً 8 وات سیمی هم نیست و حتی کمتره. مزایای شارژرهای بی سیم اینه که پورت شارژر گوشیمون کمتر خراب میشه، خیلی راحت‌ترن برای استفاده. و مورد مهم آخر اینه که اگر یه گوشی فقط به صورت بی سیم شارژ بشه، امکان ضد آب کردن گوشی خیلی راحت‌تر و دقیق‌تره، چون دیگه پورت شارژ وجود نداره. و معایبش هم که همونطور که میدونید سرعت کمشه و حرارت زیاده و حساسیت به مکان قرارگیری گوشیه، یعنی باید خیلی گوشی رو دقیق قرار بدیم. مورد آخر هم که خیلی به نظرم مهمه، هدر رفتن انرژی نسبتاً بالاییه. اگر برات مفید یا جالب بود لطفاً این ویدیو رو لایک کن و کانال ما رو داشته باش که کلی انیمیشن های علمی در راه داریم. تا دیداری بعد، بدرود.